جزع نا کردن شیخی بر مرگ فرزندان خود بود. شیخی رهنمایی پیش از این، آسمانی شمع بر روی زمین، چون پیامبر در میان امتان، در گشای روزه دارالجنان. گفت پیغامبر که شیخ رفته پیش، چون نبی باشد میان قوم خیش. یک سباهی گفتش اهل بیت او، سخت چونی بگو ای نیک خو. ماز مرگ و هجر فرزندان تو، نوحه می داریم با پشت دوتو. تو نمی گریی نمی زاری چرا، یا که رحمت نیست در دل ای کیا. چون تو را رحمی نباشد در درون، پس چه امید است من از تو کنون. ما به امید توییم این پیشوا، که بنگذاری تو ما را در فنا. چون بیارایند روز هشت تخت، خود شفیع ما توی آن روز سخت. در چنان روز و شب بی زینهار، ما به اکرام توییم امیدوار. دست ما و دامن توست آن زمان، که نماند هیچ مجرم را امان. گفت پیغامبر که روز رستخیز، کی گذارم مجرمان را اشک ریز. من شفیع آسیان باشم به جان، تا رهانم شان ز اشکنجه گران. آسیان و اهل کبایر را به جهد، وارهانم از عتاب نقض عهد. صالحان امتم خود فارغند، از شفاعتهای من روز گزند. بلکه ایشان را شفاعتها بود، گفتشان چون حکم نافذ می رود. هیچ واظر وزر غیری بر نداشت، من نیم واظر خدایم برفراشت. آن که بی وزر از شیخ است ای جوان، در قبول حق چو اندر کف کمان. شیخ کی بود پیر یعنی مو سپید، معنی این مو بدان ای کج امید. هست آن موی سیه هستی او، تازه هستیش نماند تای مو. چون که هستیش نماند پیر اوست، گر سیه مو باشد او یا خود دموست. هست آن موی سیه وصف بشر، نیست آن مو موی ریش و موی سر. عیسی اندر مهد بردارد نفیر، که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. گر رهید از بعض اوصاف بشر، شیخ نبود کهل باشد ای پسر. چون یکی موی سیه کان وصف ماست، نیست بر وی شیخ و مقبول خداست. چون بود مویش سپید ار با خود است، او نه پیر است و نه خاص ایزد است. ور سر موی ز وصفش باقی است، او نه از عرش است او آفاقی است.